کم مگه افسانه دیدیم توی مستطیل سبز؟ از عوض شدن نتیجه بازی تو دقیقه های آخر تا شکست خوردن نام های بزرگ، مشت های گره کرده برای شکست حریف، تا اشک شوق به خاطر بردن تیم محبوبمون، چه لذتی داره اگه نتیجه بازی رو قبل از شورش بدونیم؟ خانم ها، آقایان، این شما و این مهمانان ویژه این امارت، وحید شمسایی. ملیکا زارعی. عثمان بازقی. لیلا اوتادی. امشب شب تو ها. درود در شما، شبتون بخیر. سلام. افتخار وحید. دروازه هم براتون گذاشتن و شما تا آخر برنامه همونجا باشی. دلت تنگ نشده واسه دروازه؟ دیگه وقتی بازی رو میذاری کنار فقط قبطه گذشته رو میخوری دیگه، ولی لحظات خیلی زیادی داشتم. البته این اندازه درستی نیست. فکر کنم با لوله گاز درست کردم. لوله پولیکا احتمال. نه، لوله گاز قابل حمله. برای اینکه قابل حمل باشه. شما چه خاطره فوتبالی ندارین خانم؟ چرا؟ کدوم تیم ملی رو بیشتر دوست دارید به غیر از ایران که حالا تیم کشورمونه؟ فقط ایران. شما؟ فقط ایران. شما؟ فقط ایران. شما؟ فقط ایران. بچه تشویق فوتبالی داریم همینجا استادیومی. وحید شمسایی رو تشویق. وحید شمسایی رو دوستش داریم. نه. وحید شمسایی. خاک سر من. خوراج. حالا این چیه؟ افتخار وحید شمسایی. آقا این چیه؟ شب منه دیگه. نه. سلام بخش. شب منه. شبتون بخیر. شب بخیر. امشب باید یک رقابت فوتبالی داشته باشید. تیچ. قرعه کشی به عهده خودتونه. فوتبال؟ قرعه کشی خانم ها قرعه کشی کنید، من می‌نویسم. خوبه؟ خواهش می‌کنم. رنگ گچ خانم ها با صورتی. موافقی؟ نه، امشب شب منه. بذار سایه ها بعد که با دست من بیان حال منو نگیرن. چی کنی؟ برو بریم. بریم. یکی من بردارم، شما یکی. بله بچه. من از بیان یکی بردارم. حالا قرعه کشی ندیم کسی بذار رو پاش. میان جلو همه هم میزنن ببینن. شماره سه، یعنی میشه اینجا. شماره سه، بله. شما اسم رو انتخاب کنیم. ملیکا زارعیه. از سه؟ بای چقدر جالب. سه، من خیلی عدد سه رو دوست دارم، چون سه اردی بهش به دنیا اومدم. آره جالب بود. سه، عدد من سه شد. خودم سه اردی بهش به دنیا اومدم. ای داده بیدار، فکر کنم آقای فتی روشن یه کاری میخواد بکنه. فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه. خب اونا رو بذارین کنار. خب شما یه عدد انتخاب کنین. عدد دو. خب عدد دو میشه اینجا. شما اس؟ او خودم. خانم اوتادی. عدد چهار. به اسم؟ به اسم آقای پژمان بازقی. خب یکم منم دیگه. بله. آره دیگه. منم که جناب یکم میشم من. نه شاید شما نباشی. ولی من خوشگل بنیسم. عدد یک. شبشه امشب پجما خیلی باله دروازه است، یه توپ هم باشه خیلی حال میده. بذارم دست بزنم هم چیزی میاد بسم اون یه توپی موپی نمیاد. آرزو کن بگو آقا سایه یه توپ میخوام. این سایه؟ آقای شمسایی اینجا همه چی در اختیار آقای پتی روشن متاسف براسی کوش نیست نکنه اومد
این توپ چیه؟ شب شب شما دستری توپ هم برات ببین توپ این چه توپیه جدا کارتون فوتبالیستا این چه توپیه توپ بردا سلام عزیزم عزیزم تو رو خورا از چیز توپ رو آوردی؟ از سوپرمارکت خریدی؟ خب دروازبان ندیدی حالا دروازبانم راست میگی دروازبانه اگه درواز بین تماشاچی‌ها بفرمایید نه شما بازقی شب شب توئه بازقی شب شب توئه بازقی شب شب خرابم نکن نه گلر تو بیار که نگن آقا منو بردم زدیم تو گل باشه به جان وحید من نمیارم شما تشریف بیارید بارز پوزش از بقیه براشون دست بزنیم خب گل کنیم آقای صدا آقای صدا خب ما اگه یعنی من و خانم معتدی یه تیمی بیا یه کار کنیم وحید برو جای پنالتی رو بزن من یه قدم بگیرم که یه فاصله هم باشه معقول ما دایره بزنیم آقای شمسایی من و شما مسابقه میدیم یه نفر میره بالا میره بالا و همچنین آقای بازرگی و ملیکا یعنی من و شما مسابقه میدیم بله آقای بازقی من میزنم که شما ببرید آقای بازقی لطفا از اینجا رد من به خدا از خودم میزنم بذار شما برید فینال همش تواضع همش خضوع و خشوع همش من خیلی کوچیکه مردم فلا خدایا این خضوع و خشوع از این بنده عزیزت نگیر این شما و این سعید فتحی روشن سلام خیلی خوش اومدید آقا خیلی مفصل بفرمایید امشب یه شبی درست کردی اسم این برنامه رو بذار شب وحید شمسایی شبی با وحید شمسایی عالیه ولی شب ما رو خراب نکن آقا دروازه گذاشتم قرعه نه اون چیه دستته هیچ یه گزارش بذارش اونجا وحید نترسه یه گزارشگر خیلی باله اصلا ورزش با آره بذاریم اول بریم وایسیم بریم آره بخوایم شروع کنیم چی رو شروع کنیم صدا داریم گزارش و اینا رو همه رو انجام میدن اصلا پیش بینی کردن هم آقا صدا داریم آقا شما یکی دو خانم اوتادی میزنید آقا یک و دو ما خوردیم به هم شما هم خوردید به هم بفرمایید نگفت یک کد من حالا بذارید بفرمایید نه دیگه اینا آره دیگه ما دو تایی ازتون خواهش کنم هم تیمیه زمینمون فقط چمنش خیلی خوب نیست پستی بلندی داره نه ببین اصلا من چک کردم اینجا وقتی رد میشه ای با خیلی متشکرم به افتخار خانم زارعی باز من چرا خانم زارعی دوست داریم ما همه با هم خانوم زاره ای دوست داریم ما چی بگم من اصلاحی میکنم ناچر آواز داریم آکم غلامم غلام زیدم ملیکا بزن به ترکون دروازه رو بخوام خواهش کنم که صدای گزارشمون هم پخش کنیم چون ما یه گزارش آماده کردیم صدا رو لطفا پخش کنید تا ایشون گرم کنه ساندرپول به عکاسان پشت دروازه میگه که انصاف و رعایت بکنید یعنی چی؟ حالا مارک بوسنیچ ضربه رو میزنه استرالیا ایران استرالیا گزارش این برنامه نداریم دیگه کریم باقری صدای گزارش من دوست دارم آخه تصور باش ولی گزارش هم این برنامه داشتیم توی درمازه اولش فکر میکردم صدای یکی از گزارش‌های بازیشونه بعد دیدم نه خودشون بودن چه عبارت خیلی خوب بود خیلی ممنونم سلامت باشی بفرمایید منم دوستتون دارم بفرمایید استقلالی ها دستا بالا استقلالی ها دست بزنن
پرس پولیسی ها دستا بالا. یعنی نابود میشم اینا رو بذارم فرد شب. آخریش آخریش ایرانی ها دستا بالا. شما فوتبالی چیکار دیدیم برنامه فوتبالیه بهترین بهانه بود که از آقای خیابانی دعوت بشه. ببین استادیو آزادی این دروازه ها نداره. و اینکه این ما الان کاملا فوتبالیه. اونورم اگه میخواهید فوتبالی بشه زیر صندلیاتون براتون یه چیزایی گذاشتیم که میتونید بردارید. استادیو موسیقی بره گزارشو شروع کنیم خانم زاده. بله تاو بریم. کاره خوبی کرد. اول خانم زاره، بعد بزنید. با گزارش شما خانم زاره برای زدن پنالتی. خوب بفرمایید. من نگرانم، استرس گرفتم. بفرمایید. فقط قبل از اون وقتی آماده شدید صبر کنید. سرود تیم ملی نباید خونده شه، سرود کشورمون نباید خونده شه. الان سرود الان مثلا سروده آقای خیابانی هم دارن صحبت میکنن، منم یکم بازی کنم. فقط پاس سرود شروع نشده حالا امریکا زارعی احساس آرامش رو داره به خودش تلقین میکنه. به به او میخواد ضربه پنالتی رو بزنه. وحی امیدواریم که چیپ نزنه. چه وقت چیپ زدن خانم سرود تموم میشه. چیپ داریم دیگه. قبل از اینکه ضربه رو بزنی عرق ها چکیده. بابا یه پنالتی میخوای بزنی دیگه. دارم سختی کارتون رو میگم. اصلا هم سخت نیست. ترشماکل داره اینجا. قبل از اینکه ضربه رو بزنید خانم زاده ای یه لحظه پرچم رو متوقف کنی. سکوت کامل و این دیگه چیه؟ یعنی یه پنالتی هم با خیال راحت اینجا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ من پنالتی هم الان میزنیم. دیگه گفتیم آقا جواد صدای درجه یکش. من اصلا فکر میکردم این دروازه مونه. آقای خیابانی این دروازه یکی اینجا داریم. اون که تیر دروازهش خط و سیاست این عالیه. یه این تفاوت رو داره. شاید آقا جواد عزیزم. خب من کجا باید بزنن ها؟ آره من میخوام پیش بینی کنم اینو. تو آمار پنالتی ها معمولا میزنن. خواهم تا حالا چند تا پنالتی زدی تو زندگی فوتبال؟ مگه من فوتبالیستم آقای خیابانی؟ آخه یه جوری حس گرفته کرده ماشاءالله. اینو نمایشه. خود یه پا میشل پلاتینی. اونم خراب کرده. ببین اون اسلوموشنشه. شما واقعا من میتونم فرش کنم اینجا رو یه امضایی بفرمایید این گوشه رو که این کاغذ عوض من امضا برات نیستم همیشه انگوش میذارم. توی سفیدی بالای دروازه اینجا. بله لطفا بزن. بسیاره کمکی داوران حالا یعنی بله بله آره کاغذ سفیدی که تصویر دروازه روش هست. هیچ پنالتی زنی قبل از زدن پنالتی اینجوری وانه نیسته. چرا بابا همشی بعضی بابا اینجوری میکنه. رونالدو دقیقا رونالدو. خب قبل از اینکه ضربه زده بشه من دروازه‌بان نمیخواد. بی دروازه هم تو اوته. آقا من میزنم شما تلاش نکن بگیری یا برو کنار. من میخوام قبل از اینکه شما ضربه رو بزنید بله جایی که توپ میره رو پیش بینی کنم. بفرمایید لطفا بزن. بیار ما هم ببینیم. میارم الان براتون. حالا بشمارید. بفرمایید بشمارید پرچم بالا. چرا من؟
فکر کنی آقای خیابانی دارن جلوت گزارش تهیه میکنن. حالا ملیکا زارعی او میخواد ضربه پنالتی رو بزنه. وحی حد صدا میاد صدا آقای شمسایی اونطوری دارن نگاه میکنن میگن بزن بزن کار ساده یه بزن بزن خلاص پنالتی خوبی نبود. میشد بهتر افتاد. دفعه دیگه. بهتر. آفرین. دروازه‌بانمون فوتبالیه. بریم برای حالا میزبان زیر. بریم برای پیش پیش شد. آقای بازری هم تیمی نه ما رقیبیم ما هم تیمی نیستیم میخوام ضربه ای رو که آقای بازری میزنن پیش بینی کنن ولی یه نکته ای بح. من اگر الان مداد چمی رو ببرم سمت کاغذ و بخوام ضربه ایشون رو پیش بینی کنم که به راحتی میتونم یه دونه دیگه هم بکشم برای خانم زارعی من ضربه هر چهار نفر رو تو همون مرحله پیش بینی کردم پیشبینی ها هر چهار تاش اینجاست. هر چهار تاش هست. بله. یه دونه شو ببینم. اولیه که بله بله. شما تایید شد. عالی بله 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 بله. بسیار عالی. آماده این؟ بزنیم؟ بفرمایید. گزارش گزارش. حرکت وجبار. گزارش نه گزارش. تشویق ها پرشما. یاد جوانی ها زدیم زیر تاق ای شمسایی من اصلا مزه میکنم کم خیلی بد انداختی گزارش جناب آقای خیابانی برای ضربه سرکار خانم اوتادی حالا این بازیکن سفید پوش تیم ملی فوتبال دختران ایران وحید نزده الان هم برسن دیگه من برای درستان تشما اینم برما شده بود بوفون هرچی میزد میگرفت مگه داره گرفت و یعنی ما تو دربار
خب بریم سراغ وحید عزیز. بزنم؟ بله بله. زشنی؟ بله. آقا ما منتظریم. نه زشته. من خانوما زحمت کشیدن زدم. بریم پشت پا. من میگم بزن پژمان بازقی. نه آقا. نه نه وحید جان. گزارش رو بشنویم. تشویق هم شروع بشه. شمسایی. یه لحظه سختره. سرمربی تیم فوتسال ایران پشت توپه. توپه. آقای گل جهان. هزاران امید آرزو میخواد توپ وحید بگیره. ببینیم حالا وحید چه میکنه. دروازه است و وحید شمسایی. بشماریم 3 2 1. تشویر چکیم دیو ببینم چی میزنه. ببینیم چی میزنه بیاریم جلو. خدا زدم ببینه چی کار میکنه. خدا آقا نتیفیر بیاریم یه دقیقه یه لحظه یه جوری میزنم که اگر چون احتمال اوست شدن داره بیرون زدن داره ببینم میتونه بگه کجا میزنم. من زدم ببینم چیکار میکنه. امضای شما درسته؟ بله همونه. بله همونه. از این شروع کنیم. از اول خانم زاهدی این بخواید شروع کنیم. بله بریم سراغ خانم اوتادی که وسط زدن رو گرفتن. بله بریم سراغ آسایی شما مامی. جعبه شما رو متاسفانه بیرون زدی. ای کاش درست می‌زدی. من ضربه هر 4 نفر رو تو همون مرحله پیش‌بینی کردم. ولی الان که بیرون زدی وای آقایی من به خدا زدم بیرون که ببینم این کجا رو میزنه. پیوانی از نه نیست که مثلا ناخون بکشیم. دیدیم بعضی از کاغذ های این تاپی ها با ناخون میکشیم یه چیزی چاپ میشه یا و همین
همینی هست که شما باعث میشه. به خدا داره راست میگه بابا دیگه. یه دستی بکشم بدون این نداره راست میگه. خدا شاهده من گفتم بالاخره دروازه است میگه راست شب زدم بیرون که ببینم چیکار میکنه. یه لحظه دوباره سرپا نگه ندارم آقا جواد سرپا نگه ندارم شما بفرمایید من از دروازه‌بان تشکر کنم. آقا متشکرم. بفرمایید یه لحظه بفرمایید دروازه‌بان رو با بوق و پرچم از همینجا تشویق کنید که بیان ببرونیم کف ذخیره. سعید اون چیه؟ این یه از اول با این اومدی؟ آره یه تشکر یه نامه یه چیزی تو آوردم اگه آقای خیابانی باز کنن خیلی خوشحال میشم. من از اول با این اومدم داخل و با صدای آقای خیابانی بله بله بفرمایید چیزی دیگه هم بشنویم. اینو شما باز کنید خودتون. بله بله لطفا میشه بفرمایید اینجا کنار جدول وایسیم؟ اون چیه؟ بله بله لطفا ببخشید. اینو دیگه باور نمی کنم چون خودم میدونم چی کار میخواستم بکنم. نه اون چیه دستته؟ بذارش اونجا بذارش اونجا وحید نترسه. یه مغز منو که نمیتونی بخونی. همه چیش درست میشه مام ببینی؟ فو مگه نیسته عذب دارم میترسم ها. چرا آقا؟ اومدی تو با پاکت اومدی؟ بله. من تا قبلی که پنالتی رو بزنم اصلا تو فکر این نبودم بزنم واقعا بیرون. منم فکر کردم یعنی قبل از اینکه اینو بنویسم فکر کردم نمیخواستم بزنم بیرون جدی؟ به هیچ عنوان به هیچ عنوان گفتم تو داری میزنی بزن من ذهن تو رو اصلا اینا هیچی ما همینطوری داشتیم میچرخونیم این کاغذا رو در میآوردیم چطوری تو هستی؟ جان قبل از اینکه تشریف بیارید خودشون قرعه کشی کردن از سوی کاغذا من اصلا نبودم یعنی این در واقع داشتم میدیدم بله. داشتم تو اتاق فرمان هدیه پاکت هم میشه باز کنیم پلاش کنیم ببینیم توش چیز دیگه ای نباشه. بله من دیدم شما بیرون آوردید کاغذ دیگه ای بود که قطعا میدیدیم. بله بله هیچ چیزی داخلش کاغذ دیگه ای نیست. آقا کادو اونو بیاریم واسه آقا جواد بزنیم. کادو داریم آقا امشب شب شماست. شب شماست آقا هر کاری میخوای آقا بکنی. من ممنونم که این تیر دروازه رو آوردی. ممنونم که آقای خیابانی اومدن. شب خیلی خوبی واسه ما ساختید. ممنون شما. خیلی ممنون شما. ممنون شما. ممنون شما. فعلا در خدمت هم هستیم. بریم. بریم آقا. ما اینجا دست که میزنیم ببین چه سلطانای هندی شد یه لحظه. بله آقا. آها. اونا با دست تو میان ولی. نه با دست ایشون میان. امشب به دست من اومدن. دیگه شب شب شماست. بله آقای بازقی شما بزرگتر این جمعی شما بزرگتر این جمعی آقا دست شما درد نکنه چی هست؟ ساعت آقا من میتونم نشون بدم یا خودتون من نه من نشون میدم نشون بدی آقا این یک ساعت من میترسم الان دست بزنم این شوهره باز اینجاست الان یه دست بزنم الان یه هو تبدیلش میکنه به خرس این ساعت شما باهوشی آقا الان تبدیلش میکنه به خرگوشی خرس نه آقا ساعت فیسبوک جان بفرمایید بله بله بو برو فیسبوک من نیستم ساعت بله ما خیلی چیزا رو اینجوری امتحان کردیم واقعا چرم و ساعت و جیزدی جیزدی نه نه بزنم بزنم سر آیا بانی سنتوشن بله دایلا خب پس تبزیشن تو سر اومدی به افتخار آذربایجان یا شاسن آذربایجان بله شاسن آذربایجان لایف آخی آنیم یه توش در اومدیم عزیزم ساعت قسمت شما رجمون جان خودتون تقدیمشون کنید بفرمایید خودتون بدید خدمت شما خیلی ممنونم میبرم اینو به عنوان واسه میگم یادگاری کوشش شد یاد درشکه یادگاری هم نیست دیگه ساعتو نمیده هدایای اینجا می شکلیه حالا شما تشریف نداشتید من پذیرایی کردم از دوستان یخت دای ساعت یخت
چه بلاها که آقای خیابانی سر ما نیوردن. رفتش دیگه ساعت. با من کجا رفت؟ دیگه بلدن دیگه این بچه ها دیگه. ببین این چه هدیه بود آوردی؟ من آوردم تو توش بود. تو معلوم چی کارش کردی؟ من دادم سعید بردش. برد. ببخشید دیگه آقای خیابانی. گفتیم من یه شگردی میگم. آقای خیابانی شما دعوتید به همه برنامه های ما. بله بله آفرین آفرین. آقای خیابانی بازی بشینی همینجا بغل آقای خیابانی. بذارین قبلش این کار انجام بدیم بعد میام. باش. یه تعداد عدد هست در دو رنگ قرمز و مشکی. میخوام از همینجا در حد یه جمله خیلی کوتاه ببینم که نظرتون راجع به تیم ملی فوتسال ایران چیه. شما اول سرمربی تیم ملی فوتسال چرا همش از من از اون ور میاد سرمربی میاد؟ بفرمایید. امیدوارم تیم ملی فوتسال ایران با روحیه بالا و با انگیزه وارد مسابقات جام جهانی بشه و طوری بازی کنه که حریف مقابلش نتونه مقاومت کنه و برد و قهرمانی رو برای ما بیاره. ان شاء الله. سرکار خانم معتدی دست بزنید دست بزنید. من میدونم که خیلی سخت کار میکنید، خیلی متعصبید، خیلی زحمت کشیدید و مطمئنم که صدتون رو توی بازی میذارید و با امید به خدا با مدال ایشالا برگردید که اگرم بر نگردید برای ما صدیم. میدونیم که زحمت کشیدید. خیلی محبت. یه توضیح بدم که این برنامه ها پیش از این که اصلا اردوی تیم ملی برگزار بشه و ایجان اومدن زحمت کشتن، ما ازشون دعوت کردیم یه ذره رویشو عوض کنیم، فشارو کمتر کنیم، خواهش کردیم که در واقع این صحبتایی که داریم میکنیم توی این ضعف جان هنوز به اردو آره هم نرفته. اصلا اردو هم هنوز تشکیل نشده. وحید رفیق 20 و چند ساله منه و امیدوارم که تیم ملی فوتسال جز ستای اول جهان ببینیم ان شاء الله. وحید جان خودت هم می‌خوای نظر بدی یا نه؟ نه من فقط یه چیزی بگم، من همیشه اینو میگم، امیدواریم که شرمنده مردم نشیم. شما همین جوری و تمام توانمونو من از همینجا، من همیشه تو خبرگزاری ها تو تلویزیون، حالا اینجا که برنامه خودمونه، من همیشه اینو میگم که تمام تلاش ما برای خوشحال کردن دل مردمه. اگه بتونیم لحظه ای دلشون رو شاد کنیم تو هر رشته ای. چیزی که من میخوام واسهتون بگم این که قول میدم که من کادرم و بازیکنامون لحظه ای پا پس نکشیم، بقیهش دیگه دست خداست. انشاءالله که موفق باشیم. استاد خیابانی آقا جواد یه خودت حال اساسی به ما همیشه میده. دوست دارم که تیمت ببره، بدونی که دوست دارم که تیمت حتی قهرمان بشه و جام رو جام و جم کن بردار بیار. انشاءالله. من اول یه قاضی داریم در واقع یه پیشبینی روی جایی گذاشتم که نظر خودم راجع به تیم ملی فوتسال. چه باید بکنیم؟ کارت باید بکشیم؟ بله یه تعدادی عدد اینجا هست جناب خیابانی. 20، 18، 47، 3، 11، 39، 45 عدد مختلف. ساعت منو بده تا کارت بکشم. اصلا برای همین نگاه نمی‌کردم. اصلا کارت می‌خواین چیکار؟ ساعت؟ ساعت رو پشمان می‌روش کردم. جناب خیابانی یه دونه انگشتتون اینجوری نگه دارید، روی اینها بچرخونید. بچرخونم؟ بله. یه جایی نگه دارید، یه جایی که فکر می‌کنید دست نمی‌خواید عوض کنید. نه این یه ذره آخه زیادی باز بود، فکر نکنن این علامت داره برای شما. همینه همینه. مطمئن؟ بله همینه. مطمئن؟ مطمئن. برش دارید لطفا. برداشتم گذاشتم. یه شماره اینجاست که شماره صندلی، این در واقع شماره هایی که به شما میدن که بیاید داخل سالن. شماره چنده؟ چند بود؟ 15. شماره 15 دست کیه لطفا؟ شماره صندلی 15 شما؟ میتونم خواهش کنم بیسید؟ همه لطفاً دستتون ببرید زیر صندلیتون و اون چیزی که زیر صندلیتون چسبیده رو بیارید بالا بگیرید تو دستتون. چی زیر صندلیتونه؟ هیچی؟ حالا میتونم خواهش کنم شما دستتو ببرید زیر صندلی و ببینی چیزی اونجا هست یا نه؟ میتونم خواهش کنم تو پا من میام جلوی صحنه از شما میگیرم؟ یه وای جان امشب شب شما، دست بزن یه چیزی میخوان بیارن برای توی اون توپ کارتی هست. آره. اون کارت شماره آره ای سایه ها رو ببین. بله بله بله
توپ آورده، تو پلاستیکی قدیم، گل کوچیک. توپ یه لاستیک بعد گل. توپ لایه کرده بودین تا حالا؟ من نه. من زیاد. شما؟ من نمیتونی انجام بدی؟ آره بود چه دادن؟ من نه. بذار فقط قبل از اون اون دو تا توپا رو بگیر. شما؟ آه دیگه کسی تو پلاستیک ها شما چرا بابا آی جان بعد با سوزن بعد شاید خالی کنیم بعد دستمون رو میبرید موقع دلار کردن میتونی لایه رو باز کنی لایه رو چجوری باز کنی نه نه از اون وسط بزن وسط بزن اصلا نه میتونی از وسط بزن اون فکر سخت رو اونجوری نه یه کاغذی توی این دوتا توپ من گذاشته بودم این روش رو داری برمیداری بایی خب آخه این زیره آره دیگه آره همونه دیگه بین اون دو تا استاج بانی آره دیگه که احتمالاً شماره 15 نه صحبت صحبت 15 در واقع جناب خیابانی شماره صندلی بود تنها شماره صندلی بود که توپ زیر شاشه بود آها و کاغذی که آوردم برایند صحبت سه تا مهمون دیگه خانم زارعی خانم معتادی و پژمان عزیز و پیش بینی خودم برای و در واقع نظر خودم برای کنم بخونم یعنی ما حرفی که زدیم خیلی ممنون رای جان میدونم که خیلی فشار رو شما و تیم هست امیدوارم که بتره کنی و همینجوری خوب و خندون اصلا دگرگونش کردید بچه چرا؟ فشار دیگه نه چرا؟ زحمتشون کشیدن تلاششون هم کردن انشالله که شب بازی تیم ملی پخش برنامه شما هم ببریم ما کیف کنیم من نگران زانوهای پژمان و توپ نه این توپه پژمان جان یه درست شد آقا یه جوازده کتاب دارن چگونه توپ دلایه کنی مقدماتیشو میتونم براتون تهیه کنم کادو بدم شما که ساعت خواهم کرد فکر میکنم آقای جوازده یه کتاب دیگه هم دارن به این اسم که چگونه ساعت مهمان را دودره کنیم خوب بود قشنگ یه جایی من ساعت تماشاشی رو باز کردم و این رو ساعتشو زد حتی نگفت باز کرد اون ساعتشو زد ساعتشو زد زد وقتی دیگه ساعتشو زد آقا جیواتونو بگیرید ساعت شماست خدمت شما وقتی جا میتونم ازت خواهش کنم این لحظه تشریف بیاری چش دیگه شب شبی بابا شب ما بود زورم نمیده شبی برای فوتسال فوتسال ایران سلامت وقتی جان یه خواهشی ازت دارم میخوام در واقع چیدمان تیم فوتسال اینجا برام بکشی بعد این همین رو روی تخته هم پیاده کنی ولی کلا یه تخته هایی هست که بله بله میدونم ما اونجا سیستما رو بله. حالا میگم من اینجا دروازه رو میکشم دروازه این تیم اینم دروازه این یکی تیم که جهت همون مشخص باشه وسط زمین هم بکش دیگه این هم وسط زمین بده من نه با شما من اینو پاک کنم اینجوری وسط زمین دایره اینم دایره بله نقاشیتون خوبه آقای فتی روشن من دروازه اون بزرگی دروازه فوتبال کشیدم الان من اینجا بکشم یا اینجا نه شما این بر میکشید قبل از اون میخوام خواهش کنم که یه امضا همین وسط مثلا به زمین یا این بغل که خارج از زمینه در واقع بزنید نه این بغل امضا بله یه ضرب در بزن بلقه شما هم میدونم بگیم میخواد به تماشاگرها بعدا بگین همان کاغذ است این همان کاغذ است بله بسیار خیلی بفرمایید چیدمان با گچ سفید چیدمان رو بکشیم منم اینجا بکشم آقا جواد ببخشید عزیزمی ببخشید ببخشید ببخش. گل که پشت رو نداره وای ببین از بالا میکشیم این که دروازه‌بان هیچ تیم خودتونه آره خب پس من اینوری بگیرم که امضای شما پایین باشه اینجا رو بکنم دروازه‌اش این دروازه‌بان من نقطه میذارم یه دونه اینجا میشه من نقطه میذارم یه دونه اینجا این میشه سیستم 3-1 من میخوام خواهش کنم که یه توپو از دروازه‌بان پاس بدید به بازیکن‌ها به هر کدوم که خواستید بین بازیکن‌ها یه پاسکاری انجام بشه و یه گل بزنن منتها قبل از اون هر چند تا پاس بشه؟ آره آره فرار به سوی پیروزی سیلوستر استالونه رو یادته بایی؟ پله نه 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 یه لحظه دروازه تو پله میگه من فقط تو ولی من همه رو گیش بکنم من اون سفید هم کار میخواد بکنم چه فیلم خوبی چه فیلم آره یکی از بهترین ماریو کمپسی نه همه بودن دیگه آردیلز راهی تمرکز کن روی چیزایی که میخوای بکشی که بتونم بکشمش زودتر داره سیستم رو میده سیستم رو میکشه من میخوام تغییر سیستم بدم این اصلا خدمت شما
دارید امروز برنامه‌مون کامل تخصصیه. یه جیبه داری آره. آره مثلا دست شما یه مداد شمعی مثلا این بغل هست. خالیه خالیه. خالیه خالی. یه جیبه یدک داری تو کلک. جیبا رو. خب این بگیم توپه دیگه. شما می‌خوای از دروازه‌بان قرار شد شروع کنی. دروازه‌بان شروع نمی‌کنی. این داد بهش. مطمئن. بله. این پاسو برگردون این میشه فلش دوباره اونوری زده آره این بازیکن اومد اینجا که میشه اینجا نه فقط پاس بدیم بله این بازیکن رفته جاش به پیچیده دارم صحبت میکنم دیگه ایشون داد دبل کرد جابجا شد آره. این شروع به حرکت کرد این اومد جای این بله همه رو پیچوند به هم دیگه بله. بله این حالا توپه اینو ما میگیم زبدر توپ این که جابجا شد این پاسو شروع که بده به ایشون این آقا الان اینو کیا که متوجه میشه نکن بعید پاسا رو اومد اینجا اینجا توپ اینم ضربه همیشه شما اینجایی آقای شمسایی یه جوری همه رو با هم کشیده سیستم دادم بعید اون هیچ کس آقا متوجه نمیشه نه بذار من بگم من میتونم بیارم ولی هیچ کس متوجهش نمیشه نه 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 بذار من بگم ببین اینجوری بازی رأس و گوشه بازیکن ها با کجا میشون میشه این نه 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 اصلا اونو کاری ندارم این دیگه گول. ببین نه حالا گلش رو که اصلا کاری نداریم نکشید ولی الان ببین اینجا کشید اینو بذارم اینجا که دست نزنم میزبان در نقش پله شما اینو کشیدی یه دور اومده این ور این باز بازی برگردونده این جابجا شده این توپ رسونده به راست آقا چطوری توقع داری واقعا من کشیده باشم این اومده این ور بعد برگشته این ور پلیسه بعد این داده به این یعنی این از اینجا اومده اینجا جدید این اومده داده به این دوباره داده بالا این از اینجا این از اینجا دیمونه کرد دیمونه کرد نه نه رجا میده بذار ما بگردیمش لطفا ساعت آقای خیابانی هم بشوره آره این ساعت بدیم خیالمون راحت بشه ظاهر کنید این ساعت غیب شده رو عجیب قد دیوونه کرده نمیخوام شبم خراب شه میخوام بگم درست همه چی اومد رفیقت آره شب منم سعی کردم کمتر صحبت کنم یه ذره کارامو کمتر بکنم بدین خیابانی تشکر نامه رو نوای خیابانی دیگه بله وحید شمسایی عزیز رو در واقع جوری می‌خواستیم بدرقه بکنیم ولی خیلی لطف کردی تو بدرقمون خیلی فشار رومون گذاشتی نه اصلا فشار حالا یک دو ما دیگه بازیه همه دنبال قهرمانی و نتیجه نه نه وحید جان همه دنبال اینن که همه دنبال این بودن که شما تلاشتون کردید تلاش و زحمتتون تلاش کردین زحمتتون رو کشیدید خوب شده اینا کار هنوز شروع نشد نه اردوی نه بازی نه تمرینی نه اصلا نفرات هم هنوز انتخاب نکردن ما سیستم نه این کارو کردن نمیخواد دیگه من توضیح بدم راجع به این ما در انتهای برنامه‌مون یه بخشی داریم به اسم نامه پایانی یا پایان نامه چند تا جمله راجع به اتفاقاتیه که در واقع توی این برنامه افتاده توی این قسمتمون این امشب در واقع با افتخار می‌کنیم با صدای شما آقای فتی روشن قبلی که آقا جواد بخونه جا. چون من میدونم این فردا داستان میشه خواستم از همین دوربین بگم این برنامه خیلی قبل تر از جام جهانی و انتخاب نفرات و شروع لیگ داره ضبط میشه فردا نگید وحید شمسایی به جایی که بری بازی ببینی بری تیم تو آنالیز کنی خیلی اومدی تو برنامه خواهش میکنم حق و ناس نکنید تهمت نزنید بهتون نزنید ما اومدیم که برنامه بسازیم خیلی قبلتر از جام جهانی دور همی باشه ایشالله که بتونیم شما رو شاد کنیم لحظه ای این متن که من خوندم یاد یه حسی یه خاطره ای توی المپیک ها جام های جهانی که تو جاهای مختلف پکن، لندن، توکیو، ریو دو ژانیرو، جاهای مختلف که بودم میاد. پرچمی که الان دستتونه، ما وقتی که میریم توی سالن میشینیم، مثلا توی استادیوم همون ملبورن، حالا توی جلان پاریس، لیون فرقی نمیکنه. همین پرچم رو میگردیم. اصلا باور کنید ایرانی ها تو سالن های ورزشی چشاشون 4 تا میشه، گوشاشون 8 تا میشه، دلاشون 1000 تا. یعنی فقط دنبال پرچمه میگردن، فقط دنبال ایرانیه میگردن، فقط دنبال یه حسی میگردن که اینا به همون میدن.
این بچه ها، این بازیکن ها، این والیبالیست ها، این فوتبالیست ها، این فوتسالیست ها، این کشتیگیر ها، این وزنه بردار ها، فقط این حس است که این پرچم به ما میده. الان متنی که من میخوام بخونم یه چیزی که همینجوری گذری نگاه کردم درباره همین حس است. گوش کنید. میگن یه رگی هست تو گردن آدم به اسم رگ غیرت. وقتی که رگ غیرتت باد میکنه باید به خودت ببالی، برای وطنت، برای کشورت. وقتی که منتظری اون ثانیه آخر نماینده کشورت پشت حریفش رو به خاک بماله. من اینجا رو یه ذره عوضش میکنم. وقتی که منتظری اون ثانیه آخر نماینده کشورت با مربیگری خودش بچه های تیمش رو جوری کچ میکنه که 6 تا توپ تو اون دروازه بکارن، وقتی که یا اون لحظه‌ای که خدا خدا میکنی توپی که روی نقطه پنالتی کاشته شده بچسبه به تور دروازه. این صحنه ها با صدای پیشکسوت هامون تو ذهنمون حک شده. اگه رگ غیرتت باد کرد، دم معرفتت گرد. اگه قلبت واسه کشورت تپید، کارت درسته. اگه از اهتزاز پرچم کشورت خوشحال شدی، خیلی مردی. اینو برای مردا میگم، خیلی زنی. اینم برای خانوما میگم، خانوما زنن، آقایون مردن. اینجوری نگید که آره آره بگید شیرزن در حقیقت شیرزنن. آره شیرزنن. بیایید همه با هم به افتخار کسایی که برای سربلندی این پرچم زحمت کشیدن دست بزنید. شب خوش. خیلی ممنون.